دانشمندان میگویند مجموعه عظیم و بی سابقه از سنگهای اعماق زمین می تواند از چگونگی شکلگیری سیاره زمین پرده بردارد. این سنگها کمک خواهند کرد نقش گوشته در پیدایش حیات روی زمین و فعالیت‌های آتش فشانی که در پی ذوب آن ایجاد شده اند روشن شود. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. دانشمندان میگویند مجموعه عظیم و بی سابقه از سنگ‌های اعماق زمین میتواند از چگونگی شکل‌گیری سیاره زمین پرده بردارد. این سنگ‌ها نخستین بخش دیرین و پیوسته از سنگ‌هایی به شما می‌روند که از گوشته زمین، لایه‌ای زیر پوسته و بزرگترین بخش سیاره ایمان به دست آمدند. این سنگ‌ها از عمق بیش از 6 برابر رکورد قبلی برداشته شدند، نزدیک به 1268 متر، عمقی که پژوهشگران به سنگ‌های گوشته نفوذ کرده‌اند، رکورد پیشین که 200 متر بود را پشت سر گذاشته است. محققان می‌گویند که سنگ‌های بازیابی شده از گوشته به سنگ‌هایی که در زمین اولیه وجود داشته‌اند شباهت بیشتری دارند تا سنگ‌های رایج‌تری که امروز قاره‌ها را تشکیل می‌دهند. این سنگ‌ها کمک خواهند کرد تا نقش گوشته در پیدایش حیات روی زمین و فعالیت‌های آتش فشانی که در پی ذوب آن ایجاد شده‌اند روشن شود. به گفته یک گروه تحقیقاتی که پژوهشگرانی از دانشگاه کاردیف نیز جزو آنانند، این نمونه همچنین به روشن شدن اینکه گوشته چگونه چرخه‌های جهانی عناصر مهمی مانند کربن و هیدروژن را هدایت می‌کند، کمک خواهد کرد. از اوایل دهه 1960 تلاش‌هایی صورت گرفت و این بازیابی به سرپرستی برنامه بین‌المللی اکتشافات اقیانوسی انجام شد. این گروه پژوهشی دریایی بین‌المللی که شامل بیش از 20 کشور است، نمونه‌های استوانه‌ای از رسوبات و سنگ‌ها را از کف اقیانوس استخراج می‌کند تا تاریخچه زمین را بررسی کند. از آن زمان این تیم اکتشافی فهرستی از سنگ‌های گوشته بازیابی شده را تهیه کرده است. این یافته‌های ارائه شده در مجله ساینس تاریخ جامع‌تری را از ذوب شدن سنگ‌های بازیابی شده نشان می‌دهند. پروفسور لیسنبرگ که در این رابطه گفت: نتایج ما با آنچه انتظار داشتیم متفاوت است. مقدار کانی پیروکسین در سنگ‌ها بسیار کمتر است و سنگ‌ها انباشتگی‌های بسیار بالای منیزیم دارند. در نتیجه هر دوی اینها مقادیر بسیار بالاتر ذوب شدگی در قیاس با مقدار پیشبینی شده ما است. این ذوب شدگی زمانی رخ داده است که گوشته از بخش‌های عمیق‌تر زمین به سوی سطح پوسته بالا آمد. محققان می‌گویند تجزیه و تحلیل بیشتر می‌تواند نتایج مهمی برای شناخت این داشته باشد که ماگما چگونه تشکیل و به فعالیت‌های آتش فشانی منجر می‌شود. این مطالعه همچنین نتایج اولیه‌ای درباره چگونگی واکنش کانی فراوان موجود در سنگ‌های گوشته به نام اولووین با آب دریا ارائه می‌دهد که به مجموعه واکنش شیمیایی منجر می‌شود که هیدروژن و مولکول‌های دیگری را تولید می‌کند که می‌توانند به تامین انرژی برای حیات کمک کنند. دانشمندان بر این باورند که این ممکن است یکی از فرایندهای اساسی در پیدایش حیات روی زمین بوده باشد. دکتر سوزان کیولنگ دانشیار در زمین شناسی و ژئوفیزیک در مؤسسه اقیانوس شناسی وودسول و یکی از دانشمندان اصلی این اکتشاف میگوید: سنگ‌هایی که در دوران اولیه زمین وجود داشتند به سنگ‌هایی که ما در طول این اکتشاف بازیابی کردیم شباهت بیشتری دارند تا به سنگ‌های رایج‌تر که امروز قاره‌ها را تشکیل می‌دهند. تحلیل این سنگ‌ها به ما دید مهمی درباره محیط‌های شیمیایی و فیزیکی که در اوایل تاریخ زمین وجود داشته‌اند می‌دهد و اینکه این سنگ‌ها می‌توانستند منبع پایداری از انرژی و شرایط مطلوب را در طول بازه‌های زمانی طولانی زمین‌شناسی برای میزبانی از نخستین اشکال حیات فراهم کنند.